تو صفحه های همین اینستاگرام و اینجاها عکس های مختلف در میاد که جدیدن ها قبل و بعد رو نشون میده و رشد انسان ها رو. یکی از اینها همین خانم صدف طاهریانه که رفته الان نمیدونم ترکیه زندگی کنه، دبی زندگی کنه، ماشاءالله روزی یه عکس 6 در 4 تو اینستاگرام نباشه اصلا به هم میریزه داستان. و از یه طرفی هم یه عکس ازش نشون دادن که میگفتن صدف طاهریان وطنی که در کنار پوریا پور سرخه، بعد لباس همون رنگه، نوعش عوض شده، بعد گفتن صدف طاهریان بعد از خروج از کشور. بله، و این دو حالت رو معرفی کردن دوستان. و خب به هر صورت انسان چیه؟ انسان باید همیشه قابل رشد دیگه، قابل پیشرفته، و این هم یه نوع پیشرفت شاید باشه. اما یکی از بازیگران فریبا نادری از طرفی هم مثل که زیاد همچین از این مسائل و از این حرفا خوشحال نیست، به خصوص زمانی که در رابطه با سینمای ایران یا تلویزیون ایران یا اصلا کسانی که هنرمند هستن یه وقتی خدایی نکرده کسی حرف بدی بزنه یا در رابطه محیطش یه حرفای ناشایستی بزنه، اون وقتی که فریبا طاهری این جواب رو به صدف طاهریان عزیز داده. سینمای فاسد کسی میتونه ابراز نظر کنه در رابطه باهاش که چهار تا کار خوبم داشته باشی؟ منی که میشینم میگم سینما صرفا، حتی نمیگم فقط ورودش مهمانی و نمیدونم همون پیشنهادهای رکیکی، نه، مگه الان به مهتاب کرامتی پیشنهاد رکیک میشه که میرسه؟ یعنی با همه اونا در تماس؟ نه، مگه خیلی های دیگه؟ نه، بعد میدونی موضوع جالب تره، ولی با آدم وقتی که به جایی نرسیدی اصلا صلاحیت نظر دادن صلاحیت ندارم. و بعد وقتی که شما البته که پوشش هر اونشون میتونه هر پوششی در اون برای خودشون انتخاب کنه، اما اون زندگی شخصی، بله زندگی شخصیش، اما زمانی که شما اون پوشش خاص رو انتخاب میکنین و بعد وای میسید و میگید که به من پیشنهاد بیشتر میدن، آدم یه سوالی تو ذهنش ایجاد میشه، برای اینکه اگر به شما نخوان که نه من میخوام این سوالو بپرسم که یه وقتی آدم سوال بشه که اگر نخواد به شما پیشنهاد بیشرمانه بدن دقیقا باید به کیا پس بیشه؟ آره حتما که نباید زیر پل پارک بی بیستی وسط سه صبح باشه که باید پیشنهاد بیشرمانه حتما بدن. نباید که میتونی حتما نباید اسم واژه روت باشه. ما این کلام رو برای آقایون هم داریم، مگه ما آقای فاحشه نداریم؟ البته که داریم. خب پس حتما نباید میگم توی زیر یه پل خاص وایسی و سوار ماشین یک مرد غریبه بشی تا بهت یه انگی رو بچسبه. من نمیخوام بگم این خانم البته این که نه نمیخوام اینو بگی، ولی میگم اون ظاهری که تو انتخاب میکنی تو رو در معرض قضاوت‌های بیشتر و پیشنهادهای بیشتر قرار میده. هر جوری به چرخی و بگردی به منو مهمانی دعوت نمیکنن، میدونن که اصلا میرم مثلا نمیرم، حالای مهمانی نیست، پای پارتی کردن نیستم، پای به قول دهی هفته دیا پای کوبیدن و کوبش و اینا نیستم دیگه. خب برای چی من دعوت کنه؟ کسی رو دعوت میکنه که بره پارتی کنه؟ نه، من کسی یک شب بعد دیگه حتما نگه کنیم دو شب بخوابم که کجا؟ زیر پل پارک بی چه خبره؟ هیچ، دست فروش ها دارن اونجا میگن الان لبو میفروشن زیر پارک زیر پل پارک وی. خب ایشون چرا اسم لبو فروشی رو اینقدر هی با مکس گفتش؟ خب باش بسیار عالی. خب ما که سال هاست نرفتیم ایران، انشالله هر کی میره لبو بخوره نوش جونش. مرسی، دهنتون نسوزه، فقط داغ داغ نخورید. مرسی.